سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، برنامه هندیمن رو تماشا میکنید. در برنامه امروز میخوایم با هم یه گیره رومیزی فلزی بسازیم. اگر یادتون باشه پارسال یه گیره رومیزی فلزی، تقریبا راحت ترین نوع گیره رومیزی که میشد، رو با هم دیگه ساختیم. اما امسال میخوایم یه خورده ارتقاش بدیم و یه گیره گردن کلفتر و قدرتمندتر بسازیم. اسکلت بندی گیره جدیدی که میخوام بسازم تقریبا به این شکل در میاد. همونطور که داخل تصویر میبینید، به همین شکل که آهنا رو مونتاژ کردیم، کارهای جوشکاری‌هاش رو انجام میدم. یه سری ظریف‌کاری داره، ظریف‌کاری‌ها رو من کار توضیح میدم. از یه قوطی 5 در 3 سنگین دارم استفاده میکنم من به عنوان بیس کارم. شروع میکنیم با همین کار رو انجام دادن. هر جایی هم که نیاز به توضیح باشه خدمتتون توضیحات رو عرض میکنم. خالی کردن بین قوطی یکی از اصلی ترین کارهایی که ما باید دقیق انجام بدیم. کار رو به این صورت انجام میدیم که حدود 4 الی 5 سانت اول رو دست نمیزنیم و از 5 سانت به بعد رو شروع میکنیم وسط رو خالی کردن و برش زدن. قبل اینکه باقی جوشکاری ها رو انجام بدین، یه نکته مهم میخوام خدمتتون عرض کنم. ساخت گیره چند مرحله مهم داره که یکی از مراحل مهم جوشکاری مهره ها به صفحه زیرین است. کافیه که هنگام جوشکاری مهراتون 1 میلیمتر به سمت چپ یا راست یا بالا و به پایین منحرف بشه. در این صورت انحرافی که در سر پیچیمتری به وجود میاد بیش از 1 سانتی متر و کارتون حتما خراب در میاد. از یک کاغذ استفاده میکنیم برای ایجاد پس بین پایه و قوطی ها. با این صفحات این 4 طرف رو کامل می‌بندیم و کار جوشکاریش رو انجام می‌دیم. با منم باشید.
میمونه. مهمترین قسمت کارمون که بستن این قسمت و قرار دادن این قطعه و جوشکاریش هست. اما برای اینکه بتونیم این قطعه رو دقیقا در محل خودش بذاریم و جوشکاری بکنیم، باید کل قطعات رو با هم دیگه سوار کنیم، پیشیمتری رو در جاش قرار بدیم و بعد شروع کنیم با هم جوشکاری کردن. با هم این کار رو انجام میدیم. من الان گیر فلزی که تو کارخونه ساخته شده رو باز میکنم، پشتش رو به شما نشون میدم تو اصلا ببینیم که داخل کارخونه چیکار کردم. این گیر فلزیه که داخل کارخونه درست شده، خیلی سریع نگاه کنیم ببینیم که اینو چطور ساختن. این یک میله فلزی یک پارچه بوده که با تراشکاری به این صورت در اومده. خب چیزی که ما داریم پیچ متری هست و به این جنس و به این کیفیت نیست. شما میتونید پیچای با دندهای درشت‌تر به اسم دنده کبریتی برید داخل مغازه پیچ فروشی تهیه بکنید، یا اینکه میتونید برید لید اسکرو تهیه بکنید که کیفیتشون بسیار بسیار بالاتره. اما اگر دقت بکنید این قسمت یک کلگی داره، اینجا یه دونه فنر داریم و این یه خار هست. گذاشتن این خار بسیار مهمه، چون باعث میشه که وقتی شما پیچو باز میکنید فک متحرک هم همراهش باز بشه. در این قسمت به این شکل که خدمتتون عرض میکنم کارو انجام میدید. ابتدا مهره اول رو میذاریم، بعد از اون فنر رو میذاریم و نهایتا هم از یه واشر استفاده میکنیم و اینو سر جاش قرار میدیم. حالا شما به جای مهره میتونید این قسمت از پیچ متری رو سوراخ کنید و یه خار ازش عبور بدید، یا اینکه سوراخ کنید و رزبه کنید داخلش رو با یه پیچ ببندید، و یا اینکه مثل من یه مهره بذارید و مهرتون رو به پیچ متری جوش بدید. مهره رو جوش دادیم، فنر رو رد میکنیم و واشرمون رو میذاریم و کل قطعه رو میذاریم سر جاش. به این صورت. حالا از این سمت ابتدا واشرمون رو میذاریم و سپس مهره. این مهره هم باید ما جوش بدیم. دوستان عزیز، الان مهره بیرونی رو هم جوش میدیم. فقط دقت بفرمایید که ما واشر رو به جای جوش نمیدیم، واشر باید آزاد باشه. خب الان میریم که دسته کارمون رو بسازیم. این قطعه مال لولای دره، اینو از اینجا برش میزنیم و اینو به این صورت کار جوشکاریش رو انجام میدیم و بعد از این قسمت میتونیم دستمون رو به راحتی عبور بدیم. دوستان عزیز، کارو رنگ کردیم و کارمون تموم شد. کار گریزکاری رو انجام میدیم و رو هم سوار میکنیم. اما در جلسات آینده حتما یه فک مشابه این، یه فکی که بشه با پیچ جابجاش کرد، براش میسازیم. بریم که با هم کارو گریزکاری کنیم و بعد با هم ببندیمش. حتما باید این قسمت هم کامل گریز بخوره که روون بتونه حرکت بکنه. اینم کاری که چند سال پیش انجام شده، میتونید اندازه‌هاشو با هم مقایسه کنید، میتونید که ببینید که کار جدیدمون چقدر بزرگتر فکش. حالا تستش کنیم ببینیم چقدر قدرت داره. خب دوستان عزیز، گیره فلزیمونو با هم دیگه تست کردیم، نتیجه رو میبینیم که خیلی خوب و خیلی قدرتمند تونسته این پروفیل آهنی رو در هم فشرده بکنه و کاملا پرس بکنه. حتما یکی در خونه بر خودتون بسازید و ساختنش لذت ببرید. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.